برو دانشگاه، نمره های خوب بگیر، مدرک بگیر تا موفقیت توی زندگی تضمین شده باشه. این جمله رو زیاد شنیدید، درسته؟ اگر این سفر رو دنبال کرده باشید میدونید که توی این قبر جنازه ای نیست. الان دیگه همه چیز عوض شده و دیگه یک مدرک، یک دیپلم و اینجور چیزها اصلا نمیتونه شما رو ببره به جایی که قراره برسید. ولی اگر واقعا این شکلیه، پس چرا این همه دانشجو داره کمرشون زیر بار شهریه ها میشکنه؟ چرا نمیرن یک جای کار کنن؟ چون من احساس میکنم ما از اقتصاد شغل محور داریم میریم به سمت اقتصاد مهارت محور و دیگه مدرک نیستش که خرج ما رو میده، بلکه اون مهارت است. امروز میخوام براتون 9 تا مهارت رو معرفی بکنم که پول خوبی توی اونها خوابیده. مهارت هایی که یاد گرفتنشون اصلا راحت نیست و خیلی هم سخته، اما یک عمر خرجتون رو میده. مهارت شماره 1، مهارت تبلیغ نویسی. تبلیغ نویسی تمام ایمیل ها، لندینگ پیج ها، سایت های فروشگاهی و تمام تبلیغاتی که توی فضای مجازی میبینید رو شامل میشه. تبلیغ نویسی قابلیت ترغیب و تشویق مخاطب به خرید با استفاده از کلمات. اینکه مردم رو با کلماتتون قانع کنید که بخرن. حالا چرا این مهارت رو من به شما گفتم؟ چون تمام کمپانیایی که اون بیرون دارن چیزی رو میفروشن به یک تبلیغ نویس نیاز دارن و اگر کارتون خوب باشه همیشه برای شما تقاضا زیاده. برای اینکه توی تبلیغ نویسی استاد بشید لازمه که مردم رو درک کنید و روانشناسی انسانها رو بلد باشید، حرف زدن رو بلد باشید و خلاصه که مردم رو ترغیب کنید تا بخرن. مهارت شماره 2 مهارت فروشه. فروش قابلیت قانع کردن یک شخص تا خرید رو انجام بده. حالا میتونه باشه تلفن باشه یا هر جای دیگه. سختیش اینجاست که بیشتر مردم با کلمه فروش مشکل دارن. هر وقت اسم فروختن و فروش میاد کلی فکر منفی میاد توی ذهنشون. باید قابلیت نمایش ارزش خودتون رو داشته باشید، ولی در واقعیت اگر این مهارت رو ندارید نمیتونید توی زندگیتون به اون چیزی که میخواید برسید و دستاوردی رو هم به همراه ندارید. فروش هم مهارتی نیستش که توی هیچ مدرسه و دانشگاهی رو به شما آموزش بدن، توی هیچ رشته دانشگاهی نیستش که فروش سواحدی داشته باشیم. منتها توی فروش من پیشنهاد میکنم این مهارت رو خرج محصولات ارزون قیمت 1.2 میلیونی نکنید. برای موفقیت و پول درآوردن بیاید روی فروش قیمت بالا تمرکز کنید. یک چیزی که چند میلیون تومانی ارزشش باشه، 10 میلیون تومان ارزش داشته باشه، چون کمیسیون شما توی اینجور محصولات خیلی خیلی بیشتره. شماره 3 مهارت مشاوره. به خاطر پیچیدگی ها و تغییرات دنیای کسب و کاری الان کمپانی ها نیاز به توصیه، پیشنهاد و مشاوره دارن. در یک کلام نیاز به مشاور دارن. ممکنه مشاور شبکه‌های اجتماعی باشه، مشاور مدیریت، مشاور لیدری، مشاور فروش، مشاور تکنولوژی. کلی جا هست که مشاورها مورد نیازن و مشاوره هم مهارت خیلی خیلی ارزشمند محسوب میشه که میتونید برید و اون رو یاد بگیرید. خوبی مشاوره اینه که اگر یک مشاور درآمد بالا باشید اصلا نیازی نیستش همیشه دنبال مشتری بود تا یک درآمد توپل در بیارین. کافیه یکی دو تا مشتری گرون قیمت داشته باشین، از اونها ماهانه حق مشاوره بگیرید تا کلی پول به جیب بزنید. مشاوره هم یکی از اون مهارت‌هایی که توی اقتصاد مهارت محور باید حتما حواستون بهش باشه. مهارت شماره 4 مهارت کدنویسی یا نرم افزار. با این همه کمپانی تکنولوژیک و این همه اپ، الان شرکت‌ها واقعا تشنه کدنویسای خوبن. آدم‌های درست حسابی که مهارت کدنویسی رو خوب بلدن. من خودم برای کمپانی خودمون صدها و صدها میلیون تومان خرج کدنویس و برنامه‌نویس کردم و همیشه خدا هم داریم دنبال آدم مناسب این کار میگردیم. این مهارت شاید برای کسایی که سن بالاتری دارن یکم سخت باشه، ولی جوان‌ترها اینو بدونن که بازارش همیشه داغ داغ. شماره 5 مهارت ساخت فانل. منظورم ساخت یک وبسایت معمولی نیست، دارم در مورد ساخت یک قیف فروش درست حسابی حرف میزنم. میتونه فانل وبیناری باشه، میتونه توی لندینگ پیج باشه، یا حتی فانل های آهنربای فروش. اگر الان نمیدونید اینا چیان اشکالی نداره، ولی همین قدر بدونید که الان یک تقاضای عظیمی واسه فانل ساختن وجود داره. یعنی دارن دنبال کسی میگردن که بیاد توجه رو جلب کنه و ترافیک رو هدایت کنه به سمت فروش. اگر شما همون کسی باشید که این مهارت خاص رو داره، به کمپانی ها کمک کنید ترافیک رو به فروش تبدیل کنن، میتونید کلی پول در بیارید و خیلی خیلی هم موفق بشید. چون بازم میگم کمپانی ها به شدت دنبال این مهارت هستن و این مهارت بسیار مورد تقاضاست. حالا ساخت فانل خودش یک سری مهارت ها هم لازم داره. مثلا لازمه تبلیغ نویس خوبی باشید، مهارت طراحی بلد باشید تا بتونید عنصرهای مختلفی رو توی فانل خودتون به کار بگیرید.
در واقع این یکی یک مهارتیه که توی اون چند تا مهارت دیگه خوابیده. یعنی باید چند تا مهارت رو با هم جمع کنید تا به این یکی برسید. مهارت شماره 6، مهارت سخنرانی عمومیه. من توی جوانی این شانس رو داشتم که توی سازمان غیر انتفاعی تستمسترز به صورت آنلاین شرکت کنم. اونجا مهارت سخنرانی عمومی خودم رو رشد بدم و واقعا هم روی اعتماد به نفسم خیلی تاثیرگذار بود. چون خیلی ها حتی در حد همین ویدیو هم میترسن جلوی چند نفر آدم حرف بزنن و اجرایی داشته باشن. به همین خاطر هم هست که سخنرانی عمومی اینقدر مورد نیاز کمپانی هست و اونها حاضرن رقمهای کلانی رو بدن به سخنرانای خوب. این مهارت خیلی راحت نیست، خیلی هم ازش میترسن، اما اگر به اون ترسه غلبه کنید واقعا مهارت خوبیه واسه یاد گرفتن. مهارت شماره 7، چتبات مارکتینگ. چتبات چی هستن؟ ببینید، ما توی بحث ایمیل پاسخگوی خودکار یک سری ایمیل آماده از قبل رو داریم که وقتی شما میاید یک جای ایمیل و اسمتون رو وارد میکنید، خودش شروع میکنه روی زمانبندی که از قبل تنظیم شده این ایمیل ها رو برای شما میفرست. چتبات هم دقیقا همچین چیزی هم با توی پیام های خصوصی. اتفاقا همین چند هفته پیش من با مؤسس یکی از این کمپانی ها مصاحبه داشتم که کارش قدرت بخشیدن به اینجور ابزارهای بازاریابیه. خلاصه که تقاضا برای مهارت چتبات مارکتینگ بسیار زیاده. چرا؟ چون همه چیز دیگه میره توی گوشی موبایل، همه چیز شده گوشی. مردم یک نفر رو نیاز دارن که همچین چیز رو برای اونها تنظیم کنه و بسازه. توی سازمان ها هم ما یک نفر اختصاصی داریم که فقط مسئول چتبات. یک مهارت جدیدیه که برای یادگیریش کمی تبلیغ نویسی لازمه و کمی هم شناخت از سازمان و مسائل فنی، ولی اصلا پیچیده نیست. یاد گرفتنش زمان بره و آسون هم نیست، ولی کاملا قابل یادگیریه. مهارت شماره 8، مهارت سیستم سازی. الان به خاطر این همه تکنولوژی کمپانی ها نیاز به خبره هایی هست که بیان و بهشون کمک کنن تا جنبه های مختلف اون کسب کار رو سرسامون بدن. حالا ممکنه توی فرآیند ها باشه یا توی فرهنگ و یا حتی پروژه. سیستم الان مهارت خیلی خوبیه، مخصوصا توی یک سری از حوزه ها. کمپانی ها حاضرن پول های کلانی رو به این متخصص ها پرداخت کنن و کسایی که این مهارت رو دارن حسابی مورد تقاضا. همین چند وقت پیش ما کلی پول دادیم به یک متخصص سیستم سازی بیاد توی کسب کار ما شفافیت، ارتباطات و چند تا واحد دیگه‌مون رو بررسی کنه. مهارت شماره 9، مهارت بازاریابی دیجیتاله. این دیگه اصلا پیچیده نیست. منظورم همین فیسبوک، اینستاگرام، بازاریابی دیجیتال توی فروشگاه اینترنتی. هر کسی که مهارت دیجیتال مارکتینگ خوبی داشته باشه خوبه. این آشغالیه نه. قطعاً الان تقاضا براش بسیار زیاد. دیجیتال مارکتینگ از اون مهارت‌هاییه که توی اون چند تا مهارت دیگه با هم خوابیده. اگر بخواید یک بازاریاب دیجیتال خوب باشید، باید یکم تبلیغ نویسی، طراحی، خودنویسی بلد باشید تا اینها رو با هم جمع بزنید و بتونید با مشتریتون کار کنید و بهشون بفروشید. هم میتونید باهاشون ماهانه کار کنید، میتونید پروژه‌های گنده گنده بگیرید، مثلا برای نوشتن پروپوزال و نقشه کسب و کاری شما به قسمت تبلیغ نویسیش احتیاج دارید. اینم از این 9 تا مهارت که ممکنه تا به حال به فکر خودتون نرسیده بود. 9 تا مهارت که یاد گرفتنشون سخته، اما یک عمر به شما پول میدن. ازتون میخوام این رو به خوبی درک کنید. مهارت مساوی با درآمد. مهارت مساوی با درآمد. دیگه مدرک و اینجور چیزا نمیتونه خرج شما رو بده. فقط مهارت میتونه. وقتشه که تصمیمتون رو بگیرید، زمانتون رو خرج این کار کنید. اگر میخواید این مهارت رو بدون اینکه زیر بار شهریه برید یا مجبور بشید برید کلاس درس یا سالها زمانتون رو بسوزونید و هدر بدید، میتونید من رو فالو کنید. توی لینک بیو یک میانبر برای این کار پیدا کنید، روش کلیک کنید، یک نگاهی به کلاس استادی رایگان من بندازید.